با سلام و درود، خیلی خوش آمدین به انجمن کوروش. من مریم معمار صادقی هستم و مهمان ما امروز از مشاوران انجمن کوروش هستند آقای نیکاهنگ کوسر. آقای کوسر خیلی خوش آمدین. خیلی ممنون، متشکرم. آقای کوسر، برای شروع اگر میشه لطفاً راجع به گذشته خودتون بگین، کارهای کارتونیست بودنتون در ایران و بیرون از ایران و چجوری یواش یواش شدین یک متخصص محیط زیست ایران و مخصوصاً بحران آب؟ خیلی ممنون. اول تبریک میگم به خاطر راه اندازی این مجموعه. من قبل از اینکه بخوام کارتونیست بشم و یا منو به عنوان یک روزنامه‌نگار بشناسن، کنار آب در حقیقت زندگی من شکل گرفت. پدر من یکی از متخصصان به نام حوزه آب و آب زیرزمینی در ایران و دنیاست و من کنار دستش سالهای سال کار یاد گرفتم قبل از اینکه حتی وارد دانشگاه بشم. ما در سال 1976 از آمریکا به ایران برگشتیم، وقتی پدرم دکتراشو گرفته بود، و وقتی به ایران برگشتیم او کارشناس مؤسسه تحقیقات جنگل و مراتع بود از قبلش، ولی خب یه پله بالاتر، و دانشکده منابع طبیعی هم درس میداد. وقتی انقلاب شد خیلی ها تلاش کردن که اون رو بکشونن داخل محدوده قدرت و بهش پست‌هایی رو پیشنهاد کردن. او هم میگفت من محققم و کار من تحقیق برای سرزمینم هست، نه اینکه بیام پشت میز بنشینم. این همه هزینه که شده، این همه تلاش که شده برای این نیست که من بیام و کاغذ امضا کنم. ما از تهران از گیشا بلند شدیم، رفتیم به نورآباد ممسنی حدود 150 کیلومتری غرب شیراز و مدت‌ها حتی در روستا زندگی کردیم توی کاروان. و برای مادر من فوق‌العاده شاید شرایط اولش سخت بود، اما کسی که حاضر نبود از بولوار الیزابت یا همون بولوار کشاورز پایین تر بیاد، اومده بود و در روستا و برای کارکنان در حقیقت یک پروژه تحقیقاتی، راننده بولدوزر، راننده لودر، کارگران، استادان، کارشناسان، آدم‌های دیگر غذا درست می‌کرد. و گاهی وقتا مثلا کسی که از سوسک میترسید، حالا عقرب از کنار رد میشه با چنگال برمیداشت میداخت اون طرف دریا روته. این شرایط زندگی کاملا تغییر کرد و پروژه‌ای که پدر من شروع کرد مدیریت سیلاب بود برای مناطقی که شاید از بی‌آبی هم ممکن بود رنج ببرن و چگونه میشه از سیل استفاده کرد برای اینکه سفره‌های آب زیرزمینی رو تغذیه کرد. و این بعدا گسترده تر شد، از نورآباد ممسنی رفت به محدوده در 160-170 کیلومتری جنوب شرق شیراز در گربایگان فسا و در اونجا ترد اسمش هم بعدن شد آبخانداری. منم خودم 2 سال اونجا برای کارآموزی رفتم و هنوز دیپلمم نداشتم. رانندگی بولدوزر رو یاد گرفتم، کانال زدن رو یاد گرفتم، نقشه برداری رو یاد گرفتم، اینکه چگونه میتوان با سیلاب در جایی که ظاهرا خشکه یک منطقه سرسبز درست کرد، یک جنگل مصنوعی درست کرد بدون وابستگی به اینکه از جای آب رو منتقل بکنن. و اثرش این بود که خیلی از مردمی که از اونجا مهاجرت کرده بودن، روستایی‌ها، برگشتن به اون منطقه رو. این برای من جذاب بود. بعد در دانشگاه، خب دانشگاه تحصیلی من زمینشناسی بود، خب در دوره‌ای که زمینشناسی می‌خوندم در کنارش طراحی و نقاشی رو هم کار می‌کردم و در یک مرحله یک مجموعه از کاریکاتورهای دیوید لوین رو خریدم، کتابش رو، و دیدم که میتونم استادای دانشگاهمو تقریبا به اون قیافه ها در بیارم و شروع کردم. و توی کنفرانس بین‌المللی کاریکاتور چند نفر رو کشیدم و یکی از دوستان خوبم که الان در اریزونا هست اون کارای من ازم گرفت و یادم تو مراسم پایانی اون کنفرانس بین‌المللی کارا رو نشون دادن. و از اون سال، یعنی 1990، من به عنوان کاریکاتوریست زمینشناس شناخته شدم. و چند ماه بعدش بود که مجله گل‌آقا که تازه شروع شده بود انتشارش از من دعوت به همکاری کرد و من همزمان که هم زمینشناسی می‌خوندم و دانشگاه می‌رفتم وارد مطبوعات شدم و فوق لیسانس رو شروع کردم بخوندن. و جوک بزرگی بود که منی که معمولا حواسم همش به
نقاشی و کاریکاتور و مسخره کردن استادها بود، توی یکی از گزینه‌های امتحان فوق لیسانس دولتی شاگرد اول فوق لیسانس شدم. اونم به خاطر نقاشی بود که پر کرده بودم توی ورقه امتحانی از فسیل‌ها و چیزهای دیگه. یعنی این به درد من خورد. ولی کار مطبوعاتی من جدی‌تر بود و مردم من رو به اون نام در حقیقت به عنوان یک روزنامه‌نگار کاریکاتوریست می‌شناسن. و خب یکی از کارهام تبدیل شد به یک بحران سیاسی. استاد تمساح که خیلی منو به اون میشناسن و از اون زمان من همیشه این پیراهن لاکاست رو که تمساح داره معمولا میپوشم و یا بالاخره یک تمساح پشت سر من یک جایی هست برای یاداوریه که من تمساح خوردم، تمساح منو نخورد. بسیار خوب. بعد الان در این زمینه بحران آب فعالیتتون چی هست؟ من توی مطبوعات ایران راجع به آب می نوشتم. یعنی در بعد از اینکه حالا ماجرای استاد تمساح باعث شد که مردم شناختشون بیشتر بشه، خب من دیگه مطالب دیگه با اسم خودم می نوشتم درباره آب و باعث شد که بعد از که دو تا یادداشت که نوشته بودم توی روزنامه نوروز، رئیس جمهور وقت خاتمی من رو به عبارتی احضار بکنه که ببینه من چرا دارم مخالفت میکنم با سدسازی ها و روش های وزارت نیرو. خب برای رئیس جمهور خیلی مهم بود که بره و هر از گاهی یک تحریر افتتاح کنه با قیچی روبان رو پاره بکنه و بگه ما چه کار عظیمی کردیم برای مردم. کار پوپولیستی که توی کشور جان سوم اتفاق میفته، چون سد خیلی فوتوژنیک هست و مسئولان دوست دارن کنار این لندمارک ها، کنار این سدهای بزرگ عکس یادگاری بندازن نشون بدن چقدر کار کردن. خدا اثر فرانکلین روزولت نگذره که این کار کرد کنار سد هوور و همه رو بیمار کرد. از این نظر رفتن هم همین باری رو داشت. حالا آقای خاتمی خیلی ناراحت شده بود که چرا من همچین نظری دارم راجع به سیاست‌های وزارت نیرو. من بهش توضیح دادم که نادیده گرفتن وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی و چسبیدن به روش‌های سازه‌ای ساختن سد یا انتقال آب، ما میگیم انتقال آب بین حوزه، یعنی از یک بیسین به بیسین دیگه ما آب رو منتقل بکنیم، چه خط آسیب‌هایی میتونه داشته باشه برای محیط زیست و زندگی ها رو چقدر خراب بکنه. اما بی توجهی اونها به منابع آب زیرزمینی شرط رو سخت‌تر و خطرناک‌تر خواهد کرد. آقای خاتمی هم لبخند زد به حرف من و انگار که من دارم یک حرف بی ربطی میزنم. اون تو دل خودش میگفت این کاریکاتوریست چی داره واسه گفتن. من اونجا گفتم که اگر ما این روند رو ادامه بدیم 10-15 سال دیگه شرایط بسیار بدتری رو خواهیم داشت و من متاسفم که بگم پیش‌بینیم درست بود. بله، شما به خاطر اینکه هم دیدگاه و دغدغه وجدان سیاسی دارین و هم در این زمینه فعالیت زیاد داشتین و سابقه خانوادگی هم دارین، مطرح میکنین این تقاطع بین فساد حکومت و این بحران آب. از این میتونین بیشتر بگیم و بعد میخوایم که بریم سراغ این که خب چجوری پس میشه درست کرد همه این همه بدی که وجود داره. یعنی مشکل شاید از مهمترین عمیق‌ترین مشکل‌هایی که ایران داره در آینده بعد از فروپاشی یا براندازی این حکومت چجوری میشه درستش کرد؟ ببینید، من تجربه‌ای که دارم بیشتر توی حوزه مطبوعات بوده و آگاهی بخشی و در این چارچوب برای مردم که بتونم یک حساسیتی رو ایجاد بکنم و اون حساسیت رو منتقل بکنم و از روزنامه نگارها، از سردبیرها کمک بخوام برای اینکه این مسئله رو بیشتر بازتاب بدن. یعنی شاید من کار خاصی نمی کنم. من چیزی که تلاش میکنم این است که از امکاناتی که اونها در رسانه ها دارن استفاده بشه برای آگاه کردن مردم. از به همین وسیله خب از رسانه‌های مختلف برنامه‌ام رو پخش کردم. از شبکه اندیشه پخش شده، از یور تایم تی وی پخش شده، از ایران فردا، از کانال یک، از شبکه‌های مختلف این برنامه رو منتها الان تا الان 400 تا برنامه تولید کردم در این چارچوب برای اینکه آروم آروم مردم آگاه بشن نسبت به این مسئله و همچنین همکاران روزنامه‌نگار آگاه‌تر بشن و زمینه بشه برای اینکه کارشناسا در ایران هم بعد سالها خودشون ساکت نگه داشتن بیان جلو و حرف بزنن راجع به این مسائل. بله. در این حرفا راهکارهای زیادی بیرون اومده، اما راهکاری که
من بیشتر بهش توجه کردم چون سابقهش رو دیدم و ازش یاد گرفتم. راهکاری هست که میگویند پخش سیلاب بر پهنه دشت‌های آبرفتی. That's spreading flood water over alluvial pans, alluvial lands. این در حقیقت اتفاقی که میفته ما بتونیم سیلاب رو سرعتش رو کم بکنیم و اجازه بدیم که جذب زمین بشه. اتفاقی که در سراسر کشور ما افتاده این هست که به خاطر استفاده بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی و کشیدن آب بیرون دشت‌های ما آب زیادی از دست دادن و این باعث شده که زمین‌ها نشست بکنن، یعنی در حقیقت سابسایدنس پیدا کنن. وقتی زمین نشست پیدا می‌کنه دیگه بر نمی‌گرده سر جای اولش، در نتیجه فضای لازم برای جذب آب و آب رو در خودش نگه داشتن دیگه نداره. مثل این مونه که شما یک صندوق بانک داشتید، اینو بردین یک پرس بزرگ اومده اینو لهش کرده، حالا انتظار دارین این درش هم بتونید باز بکنید دو مرتبه توش چیزایی که دارین ذخیره بکنید، دیگه جایی برای ذخیره کردن نمونه. کاری که در حقیقت استفاده از سیلاب که ما بالاخره سیلاب‌های پراکنده در اکثر نقاط کشورمون داریم، بتوان از همین‌ها به عنوان ذخیره استفاده کرد و هم سفره‌های زیرزمینی رو غنی نگه داشت، هم بشه محیط زیست رو احیا کرد، یعنی بخشی از مراتع، بخشی از جنگل‌های از دست رفته، بخشی از زمین‌هایی که بیابانی شدن رو ما بتونیم اینها رو تقریبا دو مرتبه سبز بکنیم و بتونیم احیا بکنیم. این لازمش این هست که بدانیم که ساختار ما چه شکلی است که چجوری می‌تونیم کار انجام بدیم. بر اساس محاسباتی که انجام شده حداقل یک هشتم مساحت ایران خیلی مناسبه برای این کار و میشه سالانه با رقمی شاید خیلی خنده‌دار بین 1/100 تا 1/500 حتی بعضی معتقدن که هزینه این که شما یک فضا درست کنید که آب پشت سر جمع بشه، شما میتونید در زیر زمین آب جمع آوری بکنید و این میتونه با هزینه بسیار کم شما سالانه خیلی بیشتر از آبی که پشت سدها جمع آوری میکنید رو بیایید در زیر زمین ذخیره بکنید. اما نکتهش اینه، بخشی از مردم عادت کردن که آبی رو روی سطح ببینن و باورشون بشه که آب هست. اگر باورشون بشه که شما در خاک زیر پاتون اگر بتونید، اگر شما خاک رو توی لیوان بریزید بعد این خاک رو روش آب بریزید، شاید یه چیزی حدود بین 10% تا 30% فضای خالی وجود داشته باشه تو اینجا. حالا بسته به اندازه دونه‌های خاکتون داره، اگر دونه‌های درشت باشه، سنگریزه باشه، نزدیک 30%، ریز باشه 10%، یعنی شما در یک متر مکعب که زیر پاتون دارید حداقل 100 لیتر آب میتونید ذخیره کنید. حالا حساب بکنید در یک گستره بسیار وسیع در سرزمینمون شما بتونید آب رو ذخیره بکنید، شما برای آیندگان هم شرایطی فراهم کردید. چیزی که من رو نگران میکنه این هست که در طی این سالها اکثر فعالان حوزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و حقوق بشر در خارج از ایران توجهشون به مسائلی بوده که خیلی هم مهم هستن، یعنی مسئله زندانیان سیاسی، آزادی‌های سیاسی و خیلی از مسائل دیگه که بلاشک مهمن، اما حواسشون نبوده به این که اگر آب نباشه غذا نیست و اگر غذا نباشه شما نمیتوانید از مردم انتظار داشته باشین که برای دموکراسی خیلی از چیزها رو کنار بذارن. شما مواد اولیه زندگی اینها رو بر اساس اون میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اگر نتونید فراهم بکنید، موارد قوانین به قول معروف مدنی و سیاسی و میثاق مدنی و سیاسی رو نمیتونید در حقیقت تامین بکنید. از این نظر من فکر میکنم که برای آینده ایران مهمترین کار این هست که ما بدونیم که چطوری اون پایه رو درست بکنیم که گروه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی برای دموکراسی ایران بتونه موثر باشه. بعد این خب خیلی منطقی به نظر میاد با توضیح شما که آب وقتی بیرون از زمین باشه، یعنی پشت سد باشه، هزار و یک مشکل دیگه هم برای محیط زیست به وجود میاره، به جز اینکه خب آب خیلی کمتر هست تا اون چیزی که زیر زمین میتونه جا بگیره، که خب همه اونا هم در دراز مدت بحران‌های خودشو داره، یعنی به جز اینکه آب کم داره مملکت. این سدسازی پروژه حکومتی بود برای اینکه خیلی سود داشت، نه؟ ببینید سدسازی مدرن در ایران از زمانی آغاز شد که پادشاه ایران اومد و سد هوور رو دید و سازوکارهای مدیریت آبی در آمریکا رو دید و خیلی تحت تاثیر قرار گرفت.
خب البته بگم در اون زمان بسیار هم آدم تحت تاثیر قرار میگرفت. یک آبی رو جمع میکردن، ازش برق میگرفتن و توسعه رو میشد دید که در منطقه ایجاد شده. لاس وگاس بدون سد لاس وگاس نمیشد. اما اون زمان آگاهی‌های محیط زیستی نسبت به مسائل و واقعیت‌ها وجود نداشت و همچنین اون زمان اسب چار ترومن که میخواست خیلی کمک بکنه به ایران اومد حفر چاه و همچنین موتور پمپ رو و فرهنگ استفاده مصرف آب رو در ایران تغییر داد. اینا رو وارد ایران کرد و هزاران کشاورز بعدها در مثلا بعد از ماجرای انقلاب سفید و اصلاحات اراضی خودشون صاحب زمین شدن و شروع کردن چاهای خودشون رو زدن بدون در نظر گرفتن اینکه آب چقدر میکشن. انقلاب که شد خیلی از اون حساسیت هایی که وجود داشت که نه همه چیز باید به اندازه باشه اصلا کنار رفت و کردن به طور غیرقانونی و غیر مجاز چاه زدن. اومدن سدهایی رو که مطالعش شروع شده بود ولی انجام نشده بود، کامل نشده بود رو اومدن بدون در نظر گرفتن خیلی از مسائل محیط زیستی و تأثیراتی که سد میتونه بذاره بر روی محیط زیست اومدن اجرا کردن. در نتیجه ما قبل از انقلاب کمتر از 20 تا سد عملا سد بزرگ داشتیم، بعد از انقلاب الان نزدیک 170 تا سد بزرگ داریم و یک عالمه سدهای متوسط و کوچیک. اما نکته مهمتر چی هست؟ این هست که خیلی از این سدها الان خالی هستند. حتی همین سیل بزرگی که ما در تابستان امسال داشتیم سدها رو اثری روشون نگذاشت. و بعد اینکه تمام فشار رو ما بیاییم روی سدسازی بذاریم، یک بلایی که بر سر محیط زیست ما میاد هست که اولا سدهایی که ما ساختیم ارزیابی اثرات محیط زیستی نداشت، یعنی environmental impact assessment نداشتن. نسبت فایده به هزینه، در حقیقت اون benefit to cost ratio رو درست انجام نداده بودن و نیومده بودن ببینن که چه تأثیر رو زندگی مردم خواهد گذاشت. سدهایی در ایران ساخته شده که باعث شده نزدیک 10,000 نفر از یک منطقه مجبور به مهاجرت بشن و یا روستاهای نزدیک به اون سدها بی آب بشن، برخلاف اون چیزی که اول انتظار داشتن. فکر میکردن سد که ساخته بشه حتما آب خواهند داشت. الان منطقه‌ای است در دهدز در محدوده جنوب غربی ایران بین دریاچه‌ای دو تا سد کارونسه و کارونچار قرار داره. مردم این منطقه حدود فکر کنم 100 تا روستا تشنه هستند. خب اینها میبینیم که اولا بودجه زیادی برای ساخت هر سد هزینه میشه و بخش قابل توجهی از این پولها میره برای نهادهایی که وابسته به سپاه هستن یا وابسته به آستان قدس رضوی هستن مثل محاب قدس و مهندسانی که در حقیقت وابستگی هایی دارن به ساختار قدرت. بله. ممکن موقتا برای مردمان یک منطقه شغل ایجاد بشه اما زندگی اونها در دراز مدت تحت تاثیر قرار میگه. شما زندگی مردم در محدوده نزدیک کارون رو در نظر بگیرید یا اطراف دریاچه ارومیه که این همه سد ساخته شد رو در نظر بگیرید، سال به سال بدتر از پارسال. و اینها به نظر من یکیش به خاطر فساد هست، یکی به خاطر اینکه حکومت از بالا به پایین تصمیم میگیره، مردم نقشی در تصمیم گیری ها ندارن و میزان آگاهی های مردم نسبت به این پروژه که داره اجرا میشه در گذشته خیلی کمتر بوده. الان تو خیلی از مناطق جنوب غربی ایران برین بهشون بگین خب براتون سد میسازیم، به شدت عصبانی میشن بعضی هاشون چون نتیجه ساخت سدها رو دیدن. حکومت داره همین روش رو ادامه میده و آب رو داره از یک منطقه به منطقه دیگر میبره که سهم منطقه مبدا رو میدزده و منطقه‌ای که آب برده میشه مصرف میره اونقدر بالا که مردم بعد از چند دهه دچار مشکل آب خواهند شد. یه دلیل دیگه هم خب این هستش که چون شایستگی و توانایی آدم‌ها اصلا اهمیتی نداره تو اون سیستم، اونهایی که سواد بیشتری دارن مشکل رو میتونن شناسایی کردن و میتونن توضیحش بدن، اصلا اون آزادی بیان و مشارکت ندارن تو تصمیم گیری. یعنی هیچ راهی نداره این حکومت که اصلا بتونه خودش رو به اون تصمیم‌های درست‌تر برسونه. ببینید در طول این چند دهه چون من از نزدیک شاهد بودم، میدونم چند بار پدر خود من رفته به نخست وزیر یا به رئیس جمهور توضیح داده، تذکر داده، گفته که ما چه وضعیتی پیدا می‌کنیم. هشدارها داده شده به مقام‌های ارشد کشور، به بالاترین مقام کشور هشدار داده شده، به خامنه‌ای. سیاست‌های جمعیتی اشتباه، ما با این آب کمتر و جمعیت که می‌خوایم بیشتر باشه مجبور می‌شیم
غذا بیشتری تولید بکنیم با یک عالم آب. اما نکته این است که ما در بخش کشاورزی هم آب رو تلف میکنیم، هم بخشی از غذای ما دور ریخته میشه قبل از که اصلا به دست مصرف کننده برسه. یعنی خود همین هم یعنی تلف شدن آب. ما اگر حسابرسی درستی نداشته باشیم در این بخش، خب اتفاق خیلی بدی میفته. از اون طرف هر وقتم کسانی خواستن که از خارج از ایران بیان کمک بکنن که وضعیت بهتر بشه، بهشون برچسب زدن، مجبورشون کردن که برگرد. من همیشه مورد کاوه مدنی رو مثال میزنم. او خیال میکرد که میتونه در ایران بسیار مؤثر باشه، تاثیرگذار باشه، برای طولانی مدت بتونه تاثیر مثبتی بذاره، با هزار یک امید رفت. اما بعد از 6 7 ماه در شرایطی از ایران رفت که معلوم نبود اگر برگرده یا توی فرودگاه دستگیرش میکنن یا بین مسیر فرودگاه تا خانه. یعنی در حقیقت کارشناسانی که میخواستن کاری انجام بدن به این باور رسوندنشون که شما در ایران اجازه بهتون داده نخواهد شد به نفع سرزمین کاری بکنید. بله، تازه این توی زمینه ای هستش که نه ربطی به عدالت نداره، ربط به حق سیاسی نداره، ربط به آموزش پرورش نداره. یه چیزیه که باید آدم بگه خب این چیز تخصصی، اصلا یه کسی اگه میاد توی این مملکت با دل میسوزه برای اینکه آینده چی خواهد بود. یعنی حتی تو این زمینه هم هیچ امکان پذیرفتن کسی که بلد باشه و در اصل دنبال حقیقت موضوع باشه نیست. خب پس یعنی هیچ راه، مثل هر زمینه دیگه میدونیم که امکان بهتر شدن تا وقتی این حکومت هست نیست. پس بریم سراغ بعد از اینکه جمهوری اسلامی نباشه، چون انجمن کوروش به طور کلی کارش این هستش که بعد از جمهوری اسلامی چجوری در زمینه‌های مختلف ما میتونیم آمادگی داشته باشیم. به نظر شما چه کارهایی از الان میشه کرد که برای اون روز خودمون رو آماده تر بکنیم؟ من همیشه مثال رو میزنم از کسانی که در حقیقت به عنوان پدران اسرائیل محسوب میشن. اسرائیل قبل از اینکه تشکیل بشه 10-11 سال قبلش گروهی اومدن و سازمان آب مکروت یا مکبوت رو تأسیس کردن که بیاد برنامه ریزی بکنه برای اون سرزمین که میخواد چجوری مردم رو در نقاط مختلف بهشون کمک بکنه، آب برسونه، جمعیت رو چجوری بخواد تقسیم بکنه و بتونه برخلاف اون چیزی که انگلیس‌ها پیشبینی کرده بودن که جمعیت اون محدوده از جغرافیا نمیتونه بیشتر از 2 میلیون نفر بشه، بتونه حتی بیشتر هم بشه. امروز ما میدونیم که جمعیتی که در محدوده حالا فلسطین سابق و حالا ترکیب اسرائیل و سرزمین فلسطینی است خیلی بیشتر از 2 میلیون نفره. یعنی بالاتر از 12-13 میلیون نفر شما جمعیت دارید و آب کم یا زیاد داره در نقاط مختلف اینجا براشون تامین میشه. حالا ایرادهای بسیار زیادی خود حتی مهندسان اسرائیلی دارن، اینکه چه جوری آب داره تامین میشه برای مناطق مثل رام الله و نقاط دیگر. میگن باید 6 روز در هفته باشه نه 3 روز در هفته، یعنی کامل باشه اصلا کلا. اما از این که بگذریم، چیزی که من در اسرائیل دیدم و یاد گرفتم این بود که برنامه‌ریزی باید پیش از تغییر اتفاق بیفته و در این حال باید راه حل‌های عملی ارائه بشه که یک، با حداقل هزینه و با بیشترین اثرگذاری بدون آسیب زدن به محیط زیست. اسرائیلی‌ها به محیط زیستشون آسیب زدن. یعنی وقتی اومدن روی دریاچه تبریه یا سیاب گلیلی سیستم انتقال آب رو گذاشتن، خب باعث شد که دریای مرده بحرالمیت آب کمتری بهش برسه، یعنی رود اردن آب کمتری جاری بشه و این شرایط رو سخت‌تر کرد برای کسانی که در حاشیه رود اردن زندگی می‌کردن. امروز خود فعالان اسرائیلی دارن میان و میگویند که ما بایستی روش‌های محیط زیستی رو در نظر بگیریم. حالا 1947-48 کسی ایده‌های محیط زیستی امروز رو نداشت. ما می‌دونیم که تحولات محیط زیستی به ویژه از دهه 60 به بعد شروع شد. 1970 ما EPA رو داشتیم که شکل گرفت. بعد از اون آگاهی‌های محیط زیستی در سراسر دنیا بیشتر شد. رشته‌هایی که مهندسی صرف بودن اومدن محیط زیست رو جدی‌تر گرفتن. خب الان ما یک عالمه دانشمند ایرانی داریم که در ایران مهندسی خونده اما در غرب با محیط زیست خیلی بیشتر آشنا شده. ما باید بتونیم با توجه به اون چیزایی که اینا یاد گرفتن برای سرزمینمون برنامه‌ریزی کنیم. و خب مطالعاتی هم شروع شده، کارهایی هم داره انجام میشه. کمه و
باید بیشتر بشه و بتونیم یک راه حل‌های عملی برای مناطق مختلف ایران متناسب با شرایط جغرافیایی اقلیمی و اجتماعی اون مناطق و شرایط زمینشناسی اون مناطق رو در نظر بگیریم و بدونیم چگونه میتوان اقتصاد رو در اون مناطق پویا کرد با روش‌های پایدار و بعد مسئله عدالت محیط زیستی رو هم جا بندازیم و تصمیم گیری ها از بالا به پایین نباشه، مردم و نمایندگان واقعیشون نقشی در تصمیم گیری ها داشته باشن. ما اگر بتونیم این رو انجام بدیم فکر میکنم آینده بهتری داریم. چقدر عالی گفتین، چقدر توضیح خوبی بود. یه سوال، مردم یه منطقه اگر تصمیمشون درست نباشه چی کار باید کرد؟ ببینین مردم هم خب شاید همون جوری که الان جمهوری اسلامی به دلایلی دیگه کارش درست نیست، ولی یه مردم حتی دلسوز هستن، بهترین برای خودشون و بچه هاشون و نوه هاشون میخوان و اینا، ولی شاید به اون آگاهی که باید نیستن و تصمیم درست نگیرن. یعنی همیشه از پایین به بالا آیا میشه تصمیم گیری بهتر بشه؟ نه، همیشه تصمیم گیری از بالا از پایین به بالا بهتری نیست. اما یه چیزی من یاد گرفتم از کسانی که باهاشون صحبت کردم که فرایند دموکراتیک فرایند سختی هست. بله. یکی، دو، ما بایستی مقررات رو داشته باشیم. یعنی ما یه سری قوانین رو باید داشته باشیم، مقررات رو داشته باشیم. کارهایی که به زمین آسیب میرسونه و به محیط زیست آسیب میرسونه اجازه ندیم انجام. یعنی هر تصمیم گیری که خواست انجام بگیره حتی از پایین به بالا اگر ناقض مقررات محیط زیستی بود حق عملی شدن نداشته باشه و ما این تعارف نداشته باشیم راجع به این. دو، مردم رو بایستی آگاه بکنیم. شما توی کیبوتس در بیابان نگف اسرائیل که بریم، سواد آبی یک بچه 9 ساله از سواد آبی اکثر مدیران جمهوری اسلامی بالاتره. پس اون هم بایستی آگاهی در حقیقت در سطوح مختلف داده بشه که حتی کودکان هم نگذارن پدر مادرشون تصمیم‌های اشتباه بگیرن. باریکالله، چقدر عالی. آی کوسر، فوق‌العاده خوب بود، خیلی مفید بود. اگه صحبت دیگه ای دارین الان بفرمایید، بعد مطمئناً بازم مزاحمتون خواهیم شد. خیلی هم ممنون از شما. ببینید، ما یک سرزمین بیشتر نداریم. ما حتی الان در این ور دنیا هم که هستیم توی فکر اونجا هستیم. ما از زندگی هامون، از دارایی هامون هزینه کردیم برای اینکه بخوایم کمک بکنیم به داخل کشور. برای خیلی ها شاید سوال این باشه که ما اومدیم این طرف دنیا پول پارو میکنیم، ما اومدیم اینجا از امکانات استفاده بکنیم و شروع بکنیم مثلا ثروتمند شدن. خیلی ها نمیدونن که خیلی از کسانی که دارن تلاش میکنن برای داخل ایران هنوز در این ور دنیا مستأجرن، شغل ثابتی حتی ممکنه نداشته باشن. برخی خیال میکنن که مثلا این اپوزیسیون شدن یک شغله. نه، واقعا خیلی ها ایده ای ندارن. ولی من این رو بگم که تمام تلاشی که ما این طرف دنیا میکنیم برای این هست که آینده بهتری برای نسل‌های بعدی وجود داشته باشه. چون نسل‌هایی که گذشتن کوتاهی‌هایی کردن، نسل من، نسل قبل من، دانسته یا نادانسته به جمهوری اسلامی امکان رو داد که سر پا بمونه. من معتقد نیستم که اینها از فضا اومدن. نه، من به اون نگاهی که هانا آرنت داره، نگاه انتقادی که هانا آرنت داره به شرایطی که باعث شد که حکومت نازی بتونه هر کاری دلش بخواد بکنه، من اون نگاه انتقادی رو نادیده نمیگیرم در مورد خیلی از مسائل در ایران. اما برای بهتر شدن باید آسیب شناسی داشته باشیم و معتقدم برای آینده ایران بدون در نظر گرفتن وضعیت آب و محیط زیست هیچ فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمیتونه مؤثر باشه. در نتیجه به طور پایه اگر بخوایم که آینده ایران رو تضمین بکنیم که به سمت پویا شدن پیش میره، بایستی حواسمون به خود سرزمین هم باشه. این وظیفه ماست. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما، خیلی ممنون از همه کسانی که این برنامه رو تماشا کردن. بازم مرسی. متشکرم.